که برده ایشالا برمیگرده دیگه در داخل کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت بینندگان و هموطنان عزیزم. این فرد که در اصل رئیس این گروه بوده، یک گروه 15-16 نفری هستن که روش مجرمانه شون تأسیس شرکت‌های جعلی داخلی و بین‌المللی است و از این مسیر، از مسیر این شرکت‌ها اقدام به کلاهبرداری می‌کردن از تجار، صرافا و افرادی که تو زمینه صادرات و واردات نیازمند بودن. سال 99 بر اساس دستور مرجع قضایی در خصوص با صدور اعلان قرمز برای این افراد به پلیس بین‌الملل، اقدامات پلیس بین‌الملل برای این افراد شروع شد. بعد از شهریور 99 ما درخواست رو برای صدور اعلان قرمز برای لیون ارسال کردیم. بعد از 3 ماه برای 15 نفر اعلان قرمز صادر شد. اواخر سال 99 دو سه تاشون شناسایی و استرداد شدن. تا اینکه این سردسته اصلی الان در راه اینه. بله، سردسته اصلی در کشور روسیه شناسایی شد. بعد از ما مدارک استرداد خواستن. اینجا همکاری ویژه‌ای که وزارت امور خارجه، مرجع قضایی کشورمون، همچنین سفارت ما در مسکو و خصوصا پلیس بین‌الملل مسکو و پلیس مسکو به ما کمک کردن، منجر به این شد که دادگاه روسیه سرانجام رأی به استرداد این فرد به کشور بده که اتفاق هم رقم. چند نفر شاکی داره سردار؟ تعدادش زیادن، اما اون چیزی که خیلی مهمه رقمی بوده که این از افراد کل برداشت. انشالله برمیگرده به ایران دیگه. بله بله، حتما حتما. خب دیگه حالا این ادامه کار و بازگرداندن این رقم ها و این مبالغ توسط مرجع قضایی که قبلا همین کارو کردن، یعنی افراد متهمی که برگشتن با یه شکایت اولیه بعد تونستن میزان بیشتری رو